که یک طرح افتتاح میشه، جوانهای بیکار رو میبره مشغول به کار میکنه، یه طرح افتتاح میشه میگه 500 نفر اشتغال درست کردم و یکی میگه 1000 نفر اشتغال درست کردم. این خدمت بزرگی است، کار بسیار ارزشمندی هست. کارآفرینانی که اشتغال درست میکنن، کارآفرینانی که تولید رو به وجود میارن، بازار ما رو تامین میکنن. خب ما اگر این همه تلاش و کار نباشه باید همه اینا رو وارد بکنیم. خب قبلا همه این توربین ها رو ما از خارج وارد میکردیم، سر ما منت هم میگذاشتن، دلار هم میدادیم. امروز رو پای خودمون ایستادیم، داریم توربین ها رو درست میکنیم. ما فولاد رو وارد میکردیم، امروز در بعضی از بخش ها ما صادر کننده هستیم، در بعضی از بخش های کوچک هم البته وارد کننده هستیم. این که ما امروز در یک طرح در چادر ملو شاهد اون بودیم که طرح آهن اسفنجی افتتاح شد با محصول 1,550,000 تن در سال، یک کار بسیار عظیم و بزرگی است، اشتغال درست میکنه، ما رو بی‌نیاز میکنه، ما رو خودکفا میکنه. پیغمبر به ما گفت برید دنبال کار، دنبال کوشش، دنبال فعالیت. هیچی بدتر از بیکاری نیست. حالا یک کسی ممکنه بگه آقا من رفتم شغل پیدا نکردم. اصلا نمیشه آدم دنبال کار بره کار پیدا نکنه. حالا ممکنه یه بعضی از میگه آقا این کار در شأن من نیست. خب حالا این شأن بذاریم کنار، کار فراوونه، ما هممون میتونیم بریم وارد بازار کار شیم. بعضیا فکر میکنن اشتغال رو دولت باید درست کنه. نه، اینجوری نیست. کارآفرینان ما امروز اشتغال درست میکنن. دولت باید زیربنا رو آماده کنه، دولت باید تسهیلات رو آماده بکنه، بانک های ما باید تسهیلات رو آماده بکنن، صندوق توسعه ما باید تسهیلات رو فراهم بکنه، مجلس ما با قانون باید تسهیلات رو فراهم بکنه، قوه قضاییه ما با ایجاد امنیت باید امنیت رو در جامعه ایجاد بکنه، دولت با تلاش و کوشش خودش باید زمینه ها رو آماده بکنه.